بیانیه وزارت خارجه آمریکا درباره انتقال افراد باقی مانده از اشرف به لیبرتی در عراق. قدردانی و استقبال ایالات متحده از ورود و سلامت 42 تن از مجاهدین خلق به لیبرتی. تصریح مجدد بر محکومیت حمله اول سپتامبر، تأکید بر محاکمه عاملان این اقدام پرشقاوت، نگرانی در مورد 7 گروگان مفقود، اصرار بر اجرای التزامات باقی مانده از طرح انتقال 42 نفر به لیبرتی، به خصوص توسط دولت عراق برای ارتقاء سریع ساختار امنیتی در لیبرتی. این مسئولیت دولت عراق است تا طبق تفاهمنامه بین یونامی و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 تمامی اقدامات ممکن برای تضمین سلامتی و امنیت ساکنان در لیبرتی را اتخاذ کند. ما از دولت عراق می خواهیم تا حفاظت از ما یملک باقی مانده در کمپ اشرف را همانطور که طبق طرح انتقال ملل متحد درباره 42 نفر با آن موافقت کرد تضمین کند. صبح امروز پنجشنبه 21 شهریور پس از ورود 42 تن اعضای مجاهدین خلق ایران از اشرف به لیبرتی، وزارت خارجه آمریکا بیانیه زیر را منتشر کرد. ایالات متحده از ورود و سلامت 42 تن باقی مانده از مجاهدین خلق که در کمپ اشرف سکونت داشتند به کمپ لیبرتی استقبال می کند. آنها بازماندگان حمله وحشتناکی هستند که در اول سپتامبر در کمپ اشرف اتفاق افتاد و ما از همکاری آنها با یونامی در این اقدام جابجایی قدردانی می کنیم. ما همچنین از همکاری دولت عراق در تسهیل این جابجایی قدردانی می کنیم. آمریکا بر محکومیت حمله اول سپتامبر تصریح می نماید و تأکید می کند که عاملان این اقدام پرشقاوت باید به پای محاکمه آورده شوند. ما همچنین کماکان نسبت به 7 نفری که در این حمله مفقود شده اند عمیقا نگرانیم و خواهان این هستیم تا همه اقدامات برای مشخص شدن محل نگهداری آنها صورت گیرد. یونامی تلاش‌های فوق‌العاده‌ای را برای اجرای یک طرح جهت انتقال امن و مسالمت آمیز ساکنان کمپ اشرف انجام داد و ما از این اقدامات قدردانی و حمایت می‌کنیم. ما مصرانه از تمامی طرف‌ها می‌خواهیم تا به اجرای تمامی التزامات باقی مانده در آن طرح ادامه دهند. مخصوصاً ما از دولت عراق می‌خواهیم تا برای ارتقاء ساختار امنیتی در داخل کمپ لیبرتی سریعاً اقدام نماید. این مسئولیت دولت عراق است تا طبق تفاهمنامه بین هیئت مساعدت ملل متحد و دولت عراق در 25 دسامبر 2011 تمامی اقدامات ممکن را برای تضمین سلامتی و امنیت ساکنان در لیبرتی اتخاذ نماید. علاوه بر این ما از دولت عراق می خواهیم تا حفاظت از ما یملک باقی مانده در کمپ اشرف را همانطور که دولت عراق طبق طرح ملل متحد در مورد انتقال 42 نفر با آن موافقت کرد تضمین نماید. ما همچنین از اعضا و رهبری مجاهدین خلق می خواهیم تا به طور فعال در پروسه باز اسکان تحت هدایت کمیساریای عالی پناهندگان مشارکت کنند. ایالات متحده آمریکا به طور قاطع از تلاش‌های هیئت مساعدت ملل متحد برای حل و فصل این موضوع برای اقدام با فوریت جهت پیدا کردن اماکنی به منظور بازسکان امن و ایمن و همیشگی در خارج از عراق پشتیبانی می‌کند.